میگم صحبت های آقای روحانی رو امروز شنیدم، امیدوارم صدا خوب باشه. صحبت های آقای روحانی رو شنیدم، آمپرم رفت بالا، مثلا میشه خیلی عصبی شدم که این دیگه جای صحبت نیست. خیلی هم میگن حالا برنامه بساز در مورد روحانی، اینا به نظر من دیگه جوابگو نیست برنامه، به خاطر اینکه اینها در دکترین تکرار سازی هستن و در دکترین وقاحت، یعنی خیلی با وقاحت دارن مسائلی که بارها مطرح شده، بارها پاسخ دادید و اینها دوباره تکرار میکنن، بهش میگن دکترین تکرار سازی. و شما دیگه حریف تیم روحانی نخواهید شد در چارچوب گفتمان. شما همین صحبت های امروز آقای جواد ظریف هم اگر گوش کرده باشید، مصاحبه اخیرشون که من متاسفم مجری برنامه این کسی که با ایشون مصاحبه کرده بود، در مورد حجاب به نظر من مواضع خوبی گرفته بود، ولی در مورد این مسئله و تعامل، یعنی گفتگو با آقای ظریف و تعامل با مسئله آمریکا و جهان غرب، مواضعی بسیار به نظر من نزدیک به جریان لیبرال یا جریانی که میخواد کشور رو تسلیم کنه صحبت کردن که من خیلی ناراحت شدم از این قضیه. و در حقیقت دیگه با این جریانات نمیشه وارد هیچ نوع دیالوگی شد، چون اینها مطالبی که دارن مطرح میکنن بارها و بارها و بارها پاسخ دادیم و پاسخگویی بیش از اندازه ای هم که تا به امروز انجام دادیم قضیه رو تبدیل کرده و لود تبدیل به این کرده که متاسفانه دیگه لود شده قضیه و مسئله چیزی هستش که دیگه فایده ای نداره پاسخ بدیم. احساس میکنم صورتم تاریکه یک مقدار، حالا میتونم این نور اینجا رو بزنم اگر مایل هستید. من صحبتی که دارم ادامه میدم نور اینجا رو میزنم که صورتمون بهتر بشه. و مورد دیگه حسن روحانی هم که همون حرفا رو تکرار کرد و خب اینا دارن در این مسیر میرن و متاسفانه یا عزمی هست که این جریان رو به صورت، حالا میگم اگر میشه به صورت بازیای دموکراتیک در انتخابات کلا این جریان رو گذاشت کنار، الان دو قوه، قوه قضاییه و بخش مجلس در دست جریاناتی است که ظاهرا جریاناتی هستن که مسیر درستی رو دارن میرن جلو، ولی خب بخش اجرایی که دولت هست متاسفانه دست ایناست. اگر ما تونستیم در انتخابات 1400، اگر نه برخورد با ظریف، برخورد با روحانیست، کلا جریان فکری روحانیست که حتی وقیح‌تر از جریان اصلاح طلب و نئولیبرالیست که در کشور ما و حتی اصلا قابل مقایسه نیست این جریانات با جریانات لیبرال کلاسیک، خب هر چقدر اینا میان جلو از اون پوستی که میندازن از لیبرالیسم کلاسیک میان و به سمت نئولیبرالیسم میان وقاحتشون بیشتر میشه. و امروز شما میبینید از بحث نئولیبرالیسم که اینا بعد تبدیل شدن به اصلاح طلب و اینا وقیح تر شدن، جریانات نئولیبرالیسم کلاسیک که همین جریانات بازرگان اینا می شدن، بعد اومدن به سمت اصلاح طلبی خیلی وقیح تر شدن، حالا از بحث اصلاح طلبی ما دیگه به نظر من عدول کردیم و در حقیقت یک جریانی عدول کردیم، شما بوده عربی بدیه، رد شدیم، گذر کردیم، ببخشید انگار این دوستان مذهبی دور ما رو گرفتن، ما هم داره تو ادبیات متاسفانه واژه عربی زیاد وارد میشه، عدول کردیم چی بگی، گذر کردیم. و چیزی که هستش امروز از بحث اصلاح طلبی ما داریم گذر میکنیم و به بحث روحانیسم رسیدیم و این اصلا روحانی و این وقاحتی که اینا دارن در این سطح حتی خاتمی نداشت به این شکل، این جریان واقعا منو شوک میکنه. خب من دوستانو میارم بالا ببینیم دوستان نظراتشون چیه و بتونیم یه صحبت خوبی داشته باشیم با چند تن از دوستان که حالا تلاش میکنم یک ساعت خورده‌ای در کنارتون باشم صحبت کنیم. آقای دوستان بیام بالا و صحبت رو انجام شما میاد بالا، من فقط یه دقیقه این برق رو میارم که الو دورت بر شما بفرمایید. الو جانم عزیز صدا میاد؟ عوضی آقای دانا دورت بر شما، برش من این برق رو بزنم. حالا شما خوبه؟ مودمونم زنده باشید. ممنون جانم بفرمایید. والا عرض کنم خدمت شما، اولا تشکر از برنامه‌تون. خواستم یه پیشنهاد بدم، یه مدت یعنی هفته یک روز به جای تحلیل‌هاتون وقت بذاریم برای
سازش کشور، یعنی مهمون دعوت کنیم از کشورهای خارج، جوانای دانشجو داریم که جدا وطنشون رو دوست نمیرسم دارن، عزیز مملکتشون رو نازش. دوست دارن. مهمون دعوت کنید از کشورهای از کشورهای همسایه که دانشجو هستن، حتی دارن مشغول زندگی هستن. چیکار کنیم برای پیشرفت فرهنگمون در ایران؟ چون جوونا جدا حرف شما رو گوش میکنن و برنامهتون رو نگاه میکنن و خیلی من خوشحالم از این موضوع. پیشنهاد بدیم شهر رو چجوری بسازیم؟ ما باید چیکار کنیم به عنوان یه ملت؟ وظیفه‌ای که ما مسئولیت نداریم تو کشور و قدرت مسئولین زیاده و کنترل اقتصاد کشور گرفتن دستشون، چه در ماشین سازی و چه در شهرسازی، چه در همین اتفاقاتی که میفته، خفگیری و نمیدونم پلیس چی کار کنه، شهرداری باید چی کار کنه، چه راهکارهایی باید بدیم که مردم از دولتشون بخوان، از رئیس جمهورشون بخوان، از مسئولشون بخوان. مهمون دعوت کنید که فکر مردم رو از این راه باز کنیم، چون ما همش داریم تو تحلیل ها مقصر رو پیدا میکنیم. خب مقصر پیدا کردن خب یه معضله، راهکار دادن از همه مهمتره. ما بتونیم راهکار بدیم. من خودم شخصا 32 سال از ایران بیرون هستم، ولی خب عاشق کشورم هم، عاشق مردم هم به هر نحوی خوب و بد. راه های بسیاری هست. همین اتفاقاتی که مثلا جزئی تو شهر میفته، مثلا به عنوان مثال خفگیری خانوم ها به وسیله مسافرکش ها، این راه حل داره. مثلا موضع استادیومه، خانوم های ما باید برن استادیوم، چرا نباید برن استادیوم؟ ولی راه داره. من خودم یه مسئله رو عرض کنم خدمت شما آقای دانا. 50 سال پیش تو کشور انگلیس که خودش بنیانگذار فوتباله، خانم‌ها اجازه نداشتن برن تو فوتبال تو استادیوم. چرا؟ اومدن چیکار کردن؟ باشگاه رو ساختن، از طریق باشگاه صندلی‌ها رو فروختن. صندلی‌ها مشخص شد که کی وارد اون استادیوم میشه، از شماره صندلی که رجستر هست به نام اون شخص فوشی پرتاب میشه، سنگی پرتاب میشه، مشخصه یقه اون شماره رو میگیرن. اون موقع است که قرعه کشی میکنیم هر سال، خانمامون هم برن استادیوم، چرا نباید برن؟ ما هنوز استادیوم نداریم، تیمای بزرگمون استادیوم ندارن. این مشکلایی که مثلا تو کشور ما وجود داره، راه حل، راهکار باید نشون بدیم. یه موضوع دیگه خواستم بگم آقای دانا، که اگر اجازه بدین در عرض 20 ثانیه 30 ثانیه تمام کنم صحبتمو. من یه دوستایی داشتم در کشوری که زندگی میکردم، اتفاقا تو این کشوری که الان هستم یکشونو دیدم. اینا یکی از مخالفان اسد بودن. من انگلیس زندگی میکنم. بله. اینا مخالفان اسد بودن در شهر درزو. این دوستای ما که تو اون کشوری که من زندگی میکردم دانشجو بودیم، اونا دانشجو بودن، منم اونا رو میشناختم. اینجا اتفاقی دیدیم، 2 سال پیش، 1 سال نیم پیش دیدیم. یه خاطرات برای من تعریف کردن از شهر درزو و از مخالفان اسد، که من اینو میخوام به مخالفان و یا دوستان ایرانی که سنگ سینه غربیا و مخالفان نظامو میزنن رو میخوام فقط یادآوری کنم. کشور مال هممونه. هممونم اختیار داریم که کشورمون نظر بدیم. ولی مشکل مشکل داخلی خودمونه. این شخص میگفت من خودم مخالف اسد بودم. پدر من، عموهای من، خاله های من همشون تو این 7 سال 8 سالی که اتفاق افتاد همکاری کردیم. یک روزی اومد، میگفت یک روزی اومد که ما رو برداشتن به عنوان مخالف، داعشی اومدن اونجا رو اشغال کردن و خودمون هم خود اسلحه داشتیم. داعشی ها شروع کردن ما رو بیرون انداختن از گروهشون. ما گفتیم ببین ما با همیم، ما با هم داریم اسد و چیز میکنیم. برگشتن یه جمله به ما گفتن، یعنی گفت عموی من و شوهر خاله من و پسر خاله من رو جلوی خودمون کشتن. میگفت برگشتن گفتن شمایی که به کشورتون و به دولتتون وفادار نیستید، شما به داعش باید وفادار باشید. این جمله رو به ما گفتن و من گفت خیلی همون قصر در رفتیم، خیلی همون فرار کردیم. یه جمله دیگه هم هست که جدا گفتنش یه مقدار سخته. میگفت زنهای ما، دخترهای ما جلوی چشم خود ما تجاوز میشدن که بماند. یک روزی زنهای ما، دخترهای ما غذای خوبی خوردن. این حرفای من نیست، خدا شاهد حرفای ایناست. خیلی هم دوست داشتم فیلمشو بگیرم ولی اجازه نداد. خب زنهای ما، دخترهای ما غذای خونی خوردن و زنهای ما گفتن خب شما دارید به ما محبت میکنید، اجازه بدید بچه هامون هم ببینید. در جواب گفتن همون غذایی که میخوردید همون گوشت بچه هاتون. میخوام به مخالفان نظام بگم که ببینید دوستان، کسایی که برای ما تحریزی برنامه ریزی میکنن، والله خدا شاهده موشکی که میاد، داعشی که میاد، نمیاد سوار کنه بگه تو مخالف نظام بودی،
تو مخالف خامنه ای بودی، تو مخالف نمیدونم چی بودی، شما بیا این ور، شما برو اون ور، موشک بخور خونه اون کسی که مخالف بوده، نخور خونه اون کسی که مخالف بوده، بخور خونه اون کسی که موافق بوده. خلاصه این آشیه که برای هممون پخته خواهیم سوخت. بس نظر من، پیشنهاد من به ملت ایران، یه مقدار روشن‌تر باشید. من نمیگم مخالف نباشید، نمیگم مشکلاتتون رو نگید، بگید، ولی مشکلات مشکلات خانوادگی، ایران یک خانواده ایم، ما همه با هم خانواده ایم، ما باید مشکلاتتون رو با هم تقسیم کنیم. و شما هم خیلی موثر هستید آقای دانا، امیدوارم که تو برنامه‌تون یک هفته در روز بذارید فقط مهمون دعوت کنید که طرح و برنامه بدن که بتونیم ما از داخل کشورمون رو بسازیم. خیلی ممنون که منو آوردید. زنده باشید. لطف دارید. زنده باشید. نعم. خب یه دو سه تا دارم که این پست ریشب بذارم نشد دعوت کنم. خب من واسه ارتباطات گسترده دارم، ولی راستش به دلایل زیادی مایل نیستم مهمان دعوت کنم و با هر کی هم یه بار مثلا یکی دو بار صحبت میکنم تو برنامه خود بوده است دیگه دعوت نمیکنم. دلیلم هم اینه که دوست ندارم در پلتفرم یا جایگاهی قرار بگیرم که به صورت مجری باشم. و خب حتی در کنار این بحث وقت و هماهنگی و اینا، من چون حجم برنامه بالا اصلا زمان اینو ندارم که بشینم با مردم با خیلی از این عزیزان هماهنگ کنم بخوایم برنامه داشته باشیم. الان دنیاییه که هر کی حرفی داره خب داره از طریق شبکه‌های اجتماعی خودش به گوش همه میرسونه دیگه. یعنی زیادم نیازی نیستش که، اولا که خوبی که تخم مرغا یه جورایی پخش باشه، تخم مرغا رو یه جا متمرکز نکنیم، این یک چیز خوبی هم این داستان داره. یکی دیگه وقتشو ندارم کسی رو دعوت کنم، یکی دیگه هم وقتش هم داشته باشم یکی دو بار هر شخصیتی رو دعوت میکنم تو برنامه رو در. یعنی من هنوز که هنوز با جناب احمد علی منصوری همین امروز به من پیام داد، مثلا با ایشون پسرخاله فرای دیبا هستن، با ایشون مثلا ما 2 سال پیش چندین مصاحبه انجام دادیم، ولی دوست ندارم ادامه بدم. در این که دوست ندارم توی جایگاه مجری برنامه قرار بگیرم. دوست دارم که اگر مثلا یک فضایی وجود داره یه مجری داشته باشه و من در کنار یکی دو تا دیگه از این چهره به عنوان مثلا کسانی که میخوایم تحلیل کنیم نظریه پرداز هستیم اینا قرار بگیرم. این که به صورت مجری قرار بگیرم بخاطر که من کارم این نیستش که مجری باشم، من کارم اینه که دارم یک جریان فکری جدی رو جلو میبرم و برای همینم زیاد مایل نیستم این داستانو داشته باشم که کسی رو دعوت کنم. در مورد مسئله دیگه که مسئله کردی که بله مسئله دیگه که صحبت کردی رو که همیشه ما داریم تو برنامه میگیم و مسئلهش هم روشنه. البته در مورد مسئله اجتماعی که گفتید، ببین ما داریم خود کار جدی‌تر لول من اینجا مثل دکتر ارنست این تحصیل گیر کردم، یا من رو بر هلیکوپتر اینجا قشن بغل خونه من رد میشن، یعنی قشن ارتفاع پایینه پایینه. بعد نکته ای که وجود داره اینه که در مورد مسئله اجتماعی اینا زیاد هم تلاش میکنم ورود نکنم، ورود میکنم مثلا 5% کارا 2-3% کارام تو این حوزه، چون ببینید ما داریم مسئله در لول خیلی سنگین‌تر قضیه رو جلو میبریم. الان بحث یک بحث عمیق نگاه به کلیت داستانه و یک دوگانه تسلیم و مقاومت امروز موجوده. ما تو این حوزه‌های جدی‌تر کار می‌کنیم. تو حوزه‌های دیگه خب دیگه جامعه هم داره مسیرش رو دستش، نمی‌خوام واژه پیدا کردن، چون از اون ور بوم داره می‌افتن. شما با توجه به این شاخه‌های مجازی که انگل‌های در حقیقت فضای مجازی هستن، من بهشون فاضلاب مجازی میگم، شما می‌بینید که امروز سایت‌های شرط‌بندی اینا و فضایی که خب درست کردن، نگاه می‌کنیم که دخترای ما یا پسرای ما چقدر راحت مثلا هر کثافت کاری رو دارن علنا جلوی دوربین مثلا اینستاگرامشون انجام میدن. یعنی یه جوری یعنی از اون ور بوم هم میافتیم، چه تو ایران چه تو خارج، که اصلا یه چیز فاجعه آمیزیه. و خب خیلی جالب بود، حالا امروز هم یکی از این مافیای شرط بندی به من پیام داده بود یه بر سایت بزنیم، خندم گرفته بود. من نمیدونم حالا کسی دیده من توی برنامه‌هام یا توی اینستاگرامم تبلیغ بذارم فلان کنم، بارها پیشنهادش هم داشتم. مثلا واضح این فضای بیزنسی تو فضای مجازی و اینا نخواهم شد، چون خوشبختانه درآمد خودم رو دارم، درآمدم هم درآمد تقریبا زیادیه، نیازی به پول نه. آخه پول تا یه جای فایده داره، آخه آدم عقده که نداره برای چی مثلا من کار جدی سی من زندگی میکنم برای اینکه این نوع تفکر جدی سیاسی رو ببرم جلو، و اگه پولی هم هست برای این نوع تفکر خرج میکنم، نه اینکه
از این نوع تفکر که حالا بخوام بیام پولم در بیارم مثلا سایت شهروندی و تبلیغ و اینا، برای همین من خودم آلوده به این بازی هم نکردم. بخوا این بازیایی هم که شما تو فضای مجازی میبینید، متاسفانه آدم متوجه میشه ما چه سقوط اخلاقی در توده جامعه داشتیم و دختران رو میبینیم مثلا فاجعه است، باورم نمیشه. خب بگذاریم، در مورد مسئله جدی سیاسی ما مسئله رو جلو میبریم و تلاش میکنیم که از اینجور مسائل یه مقدار، چون توی لب نه که پایین باشه یا بالا باشه، اصلا تو پلتفرم کاری ما نیستش دیگه، با پارادایم هایی که ما کار داریم جلو میبریم، الگو برداری های رسانه ای که ما داریم کار جلو میبریم، جنس ما نیستش که این نوع مدل صحبت ها رو زیاد جلو ببریم. خب یکی دست دیگر دوستان بیاریم بالا، بعد این لایو رو ببندیم، سیو باشه، دوباره دوستان بیاریم بالا. بفرمایید. خب آقای کامران نیومدید، نفر بعدی. دوستان عزیزانی که ریکوست دادن، من دارم نگاه میکنم، نوبتی دارم میارم بالا بعد شما بشم. خب آقای دزا عزیزان میان بالا، تصویرشون یادشون نره. چه خبره؟ این دیگه چیه؟ خب بفرمایید بالا، شما نیومدید عزیزان بالا. عزیزان نمیخواید بیاید بالا، ریکوست ندید. مردم آزادی که ندارید که. آی شاهین بفرمایید. آی شاهین خب نه، دوستان مردم آزادی دارن، نمیخواید بیاید بالا، چرا ده کاس میدید؟ خب اجازه بدید، مردم آزادی که ندارید که. آقای ناصر بفرما بالا. ایزم بیا بالا، ایزم خب آقای ناصر نیومدی؟ من نه، مردم آزادی دارید میکرستدید، مشکل دارن ایزم. چه جوری هست داستان؟ یکی به من بگه. آقای ایمان بفرشونم نشد، یه دوست دیگر ما بگیریم. اینی وقت تلف میشه، من میگیرم نمیاید بالا، وقت خودتون و ما رو همه رو میگیرید عزیز، میگیرم، خواهشم بیاید بالا. بفرمایید. شانس ما این ساعت شب الان خونه رو به رومون داره درست میکنه اومده رو در شما. بفرمایید. بیا جلو، بیا جلو. الو، بیا جلو. اونجا من فکر چی بگم؟ بیا بالا. وقت خودتون ما رو میگیرید، آقا شنگ وقتمون تلف شد. بعد میگن امید چرا نمیاد مثلا گفتگو کنه، دوستان بیاره بالا. الان 5-6 نفر گرفتم، ایشون 7 نفر ریکوی صدا نیمدن. چرا میخواد دشمن هم باشه با این روش؟ شاید یه روشیه، نه یه روشه شاید. خب شما بیا آقای امیر.